شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، در ادامه برنامه شاهدان دهی خونین سخن میگویند با مختار و حمید از شاهدان این دوره هستم که در دوره دادگاه ایران تریبونال هم به عنوان شاهدان آن دوره های خونین صحبت کردم. سلام بر مختار جان و حمید جان. سلام حمید جان اشتری، با تو شروع میکنم. مرداد رو برای تو چه حسی برمی‌انگیزه؟ مرداد، ماه غم، ماه داغ. از قدیم میگفتن گرم و خورم و پزونه، ولی برای ما جوونامون رو به داغ کشیدن و داغیش هنوز که هنوزه بعد از 30 سال باقیه. نه بعد از 30 سال، بعد از سالیان سال، هنوز که هنوزه این قتل عامی که در سراسر ایران به وجود آورد همیشه با ماه مرداد تازه میشه، نه که از یاد بره. برای تو چطور است مختار جان؟ مرداد گران رویارویی نسل جوانی که کمر با آزادی بسته بود و روبروی رژیمی سر تا پا مسلح و بیره با تبهکاری هایی که انجام داد روبروی هم قرار گرفت و با شجاعت تمام و با فداکاری تمام از حرمت آزادی دفاع کردن. نسلی که با قربانگاه رفت ولی سازش نکرد. الان هم همون داستان ادامه داره. ما در همون اون داستانیم. الان هم همون نیروهای تبهکار حاکم و مردم روبرو هم قرار دارن. اونا میخوان این مرداد خونین رو، این اسیر کشی ناجوان مردانه رو، بندی ها رو، زنجیری ها رو که جاودانه کردن در واقع از سر راه خودشون برداشتن رو به فراموشی بسپارن. مردم و نیروهای متعهد بنابر آن دارن که اینو با حافظه تاریخی جامعه تبدیل بکنن، مثل رواندا که فراموش نشه. تبهکاران دنبال این جریان هستن که تاریخ سازی رو به نفع خودشون پیش ببرن، انگاری که چنین اتفاقی نیفتاده. فیلم بسازن، جعل تاریخ بکنن و چنون نشون بدن که جای خامنه‌ای بود میگفت جای مظلوم رو چیز بکنن و فرمان شرماور آتش به اختیار رو صادر میکنه که داره میبینیم ادامه داره. مرداد حکایت، یعنی سرآغاز این برخوردی این رویارویی که همچنان ادامه داره. همین جان، تو در دوره مرداد 67 در گوهردشت بودی و ما آنجور که خاطرات و خبرها هست از 8 مرداد در واقع قتل عام شروع شد. برای ماها که در بیرون بودیم و در انتظار دیدار عزیزانمون سکوت بود و بیخبری، ولی در آن جای سکوت، در آن ور سکوت جریاناتی، در واقع حوادثی اتفاق افتاد. بر چه پیش زمینه بود و چطور میتونی تو اون دوره رو در واقع به تصویر بکشی؟
به طور مشخص این حکومت یه جوری باید یه جوری میخواستش در واقع داستان زندان رو حل کنه و این داستانشو از سال 65 در واقع شروع شد با یه سری تقسیم بندی هایی که شروع کردن. 65 زندان قزلحصار منحل شد کلش، تقسیم کردن زندانی ها رو بین اوین و گوهردشت، سه شهرستانی که بودن. عملا حرکتی که زندانی ها شروع کرده بودن رو به جلو بود، یعنی حرکت یه حرکتی بود که مقابل این حکومت وایساده بودن، ولی نه اینکه درگیر بشن. خواسته هاشون بود، خواسته هایی که داشتن بیان می شدش و حکومت توانایی این که بخواد پاسخگو باشه نبود. این اومد شروع که تقسیم کردن که یه جوری زندانش هم حل کنه، چون جنگ داشت به بن‌بست می رسید، مشکل جنگ داشتن، مشکل تو جامعه داشت، با مردم نمیتونست برخورد کنه، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، تو تمام زمینه ها اینا مشکل داشتن. خمینی رو به مرگ بود، چون خیلی از مسائلیشون که میتونستن خمینی باشه حل کنن و الان هم میبینی که چگونه اینا به جون هم افتادن. شاید بودن اون موقع خمینی یه تشر به همشون میزد، همه ساکت میشدن. تو مشکلاتی که داشتن، یکی از این مشکلاتی هم که میشه رو پیشونی این حکومت بود، زندان بود و زندانیاش. از سال 60 شروع شده، قتل عام‌ها، کشتارها داخل زندان‌ها، اعدام‌های 100 نفره شبونه، ولی هنوز نتونستن مشکل زندانیشون رو حل کنن، مشکل زندان‌ها رو حل کنن. دقیقاً اینا از 65 شروع کردن با یه سری تقسیم بندی کردن بر اساس خودشون، که مثلا کدوم ها سفیده، کدوم ها قرمزه، کدوم ها زرده، حالا بر اساس اون هر کدوم یه نظری میدادن. هر روز یه دادیا صداد میکرد، اسمتو میپرسید، اتهامتو میپرسید، حکمتو میپرسید، فلان میکرد، یه نظری میداد که بعدن یکی دیگه میمد میپرسید. چون تو تمام این نظر خواهی سوال جواب هم که میکردن، شما با چشمم بودی، مشخص نبود. تو یه سری جابجاهایی که سال 66 بود، هر چند وقتی باید بندو رو عوض میکردن، نه کل بندو، مثلا یه قسمتی از این بندو تو یه بند دیگه میبودن، از اونو میبودن این بند، از اینو میبودن اون بند، بدون هیچ گونه مبنایی برای ما، یعنی خود اون نمیتونیم برای چی دارن این کارها رو انجام میدن. اینا در واقع داشتن به یه حالتی میخواستن این حرکت هایی که داخل زندان شده به خاطر خواسته هایی که داشتن و اینا خودشون چیکار کنن ببرن بالا، که شمایی که مثلا همچین خواسته ای نداری، شما هم خب اونو که اومده با شما صحبت میکنه، آقا همچین برنامه ای باشه. در واقع روحیه زندان رو بدن بالا در اثر اینکه بتونن اینا هی روحیه بره بالا، که بتونن گزارش بدن آقا یه همچین وضعی تو زندان ها هست. بر اساس همین خود من سال 66 شاید بلوش 6 تا بند عوض شدم، مثلا یه بند من 2 ساعت بیشتر نبودیم، یعنی کل صدا کردن آقایون بلند شدن فلانی فلانی همه بیان، بودن توی بندی که شده بود انگار صحنه جنگ. پنجره های گوهردشت، زندان و گوهردشت، شما نمیتونی زمین رو ببینی، بعد آسمون رو ببینی، چون به صورت یه حالت کرکره ماننده ولی رو آسمون. اینو با یه آهن بود، بندی که قبلا بند دخترها بود، ولی به طور مشخص یه نیروی این پنجره رو کج کرده، تو دیوارا همه شعار نوشته شده. ما برای اون جالب بود کی این کارا رو کرده، چون بنده ما قبلا این کارا اصلا نمی، اون جایی که ما بودیم چیزی نبودش. خب تو ما بخوایم جا به جا بشیم، تقسیم بشه، چون تعدادی که اومدی کی تو کدوم اتاق بده، کی کجا باشه، اینا 2 ساعت نشد، گفت همه دور و وسایل برنشن بیا، همه بودن بودن تو یه بند دیگه مستقر، نه تو این بند. خب از این شیوه زیاد بود. بر اساس این سال 66 کل توی جابجایی که تو زندان ها بود، از 65 شروع شد، معتزلی رئیس زندان گوهرده شد، همزمان رئیس زندان اوین هم شد که الان شده جزو اصلاح طلبا. ناگفته نمونه از خود سال 60
همون موقع که اینا اعدام میکردن هر چند وقت بودم من تمام بنده تو زمان سلولا میوندم گفت فکر نکنید که شماها از اینجا سالم بریم. اون روزم اگه قرار شد که ما اینجا مثلا از بین بخوام بریم شکست بخوریم، برای همه سلولا یه نانوجک آماده داریم، میدونیم تو آب بین میریم. این همیشه از همون سالش هست اینا بیان میکردن. یا اعتراضاتی که به لاجوردی میشد، اینجوری شد اونجوری شد، به میثم رئیس زندان قزل حصار بود، بس که اعتراض کردن آقا لاجوردی این کارو کرد، حاج داوود این کارو کرد، یه روز میثم گفت ما سربازان این انقلابیم، اونجایی که پاش برسه ما هم از اون کارا بدتر میکنیم. و واقعا هم زمان میثم و اینا بود این کار قتل عام انجام شد. تو همون جابجایی که انجام شد توی سال 65 و 66 بند جهاد که تبابا بودن خالی کردن بودن اوین، به جاش مثلا خب یه سری سالت مسلح بودن که محکومین دادگاه دادستانی انقلاب بودن، انتقال دادن به اونجا از زندانیای یه سری زندانیای کرجی بودن، یه سری از بچه‌هایی که زندانیایی که کرمانشاه بودن بعد اثر بمبارون آورده بودنشون تو تهران بود، انتقال دادن اونجا. خب عده‌ای از ما هم همینجوری برداشتن، با دوستانمون همینجوری می‌بردن اونجا، همینجوری تو به مراتب هیچ دونه دونه می‌بردن. اصلا مقطع سال 67 من تو بند جهاد بودم، اصطلاح اون بندی که بعد جهاد معروف بود، که تعدادی از زندانی‌های سیاسی که ما بودیم به اضافه همین عادیایی که گفتم محکومین کرج بودن، محکومین کرمانشاه بودن. خب خیلی از این بچه‌های عادی می‌رفتن بیرون کار می‌کردن، می‌اومدن خارج از محوطه داخل بند. اون روز هفته مرداد ما دیم اینا نرفتن بیرون کار کنن، لباس تن کردن رفتن. یکی دوشون گفتیم چی شده؟ گفتن امروز احتیاج به کار نیست، شما برگردیم. خب یه خود تعجب آور بود، قبلا هم روز قبلش هم اینا اومده بودن که پاس داده بیرون عوض شده، یعنی یه خود همجه یه سال برانگیز بودش. خود این اگه بخوام بند جهاد رو ترسیمش کنیم شامل دو قسمت بود. یه قسمت سوله ها بود که به وسیله یعنی کلش این ور یه سری اتاقا بود، این ور بند یه سری سوله اون ور بود. مجموعی بچه هایی که این طرف بودن اون بنده کوچیک‌تر بودن شاید هولوش 150 تا می شدن آورده بودن، در دو سری هی آورده بودن، بچه ها نمیخواستن یا خلاصه مونده بودن، نه بر اساس ترکیب مدت محکومیت بود، نه بر اساس مثلا اتهام گروهی بود، همینجوری آورده بودن بر اساس همون نظرخواهی‌هایی که قبلا از پرسشنامه‌ای که شده بودش. ما هم قسمت روبروش اون طرف بودیم که سوله بودش، و هر قسمتی یا قسمتی که تو قسمتی که ما بودیم بچه‌های همون زندانی کرمانشاه بودن و با چند تا دوستان بودیم که با هم بودیم. این میشه گفتش که داستان این عملیاتی که مجاهدین حمله کردن، یعنی بعد از پذیرش قطعنامه که خمینی گفت من با خدای خودم معامله میکنم این جام زهر رو میخورم، خب مجاهدین هم که حمله کردن شاید بشه گفتش بهترین فرصتی بود برای تصفیه زندانیا، چون یه شرایطی بود، شرایط جنگی بود، بهونه هم داشتن. و وقتی که شروع کردم به قتل عام میشه گفت شاید بر اساس شنیده های من از بچه های زندان اوین یا بچه هایی که تو شهرستان ها بودن، تنها بندی که تلویزیون داشت و روزنامه داشت ماها بودیم، یعنی ما شاهد بودیم که بیرون چه اتفاقی داره میافته، چون تمام بندایی که گوهردش بود همه تلویزیونشون رو جمع کردن، روزنامه هاشون رو جمع کردن، یعنی خبر حمله اومد و پخش شد و فلان جمع کردن، ولی مال ما پخش نشد. یعنی ما اون شعاری که تو نماز جمعه میدادن منافق مسلح اعدام باید کرده رو قشنگ شنیدیم و میدیدیم که داستان ها چیه.
دو سه این بچه های که کرمون این بچه های کرجی بودن گفت ما با دو تا پاسداری بود به نام یکیشون حاج محمد که آدم خیلی ساکتی بود، شیفت بود، یه شیفت 24 ساعت این بود یا شیفت بعدی که یه محمد گیر بهش میگفتن یا محمد سگ گاز گرفته یا مقدار ساعتش حالت سالک داشت، اسمش اینجوری گذاشته بودن. شیفت همون حاج محمد بود، بچه های باش رفتن صحبت کردن زندانی ها بودن حاجی چی شده؟ ملاقات قطع شده؟ بچه ها نمیدن سر کار چیه داستان؟ بعد گرفتن خبر بود. گفت چیزی نیست، نه یه مدت اینجوریه میبنن شما رو سوال جواب میکنه، هر چی اونو گفتن شما بگین آره، یعنی بل موافق میل اونا جواب بدید. بازم اگه بخوام تقسیم کنیم این داخل حیات اون گوشه که شما از اون گوشه انتهای در یه دریه که از بیرون وارد این حیات میشن و جلوش هم یه دفتریه که دفتر مثلا زندانبان اونجا بود، نگهبان اونجا بود. این دری که باز شده بود یکی از این بچه ها اومد گفت من گیر محمد رو دیدم با یه فرغون که داره تناب میبره. این خب هنوز ما اون موقع نمی‌دونستیم این تنابا چیه، برای چی دارن میبرن، نگو اینا دارن همه خودشونو آماده میکنن برای اون سناریوی قتل عام. و یه شروع شد دیگه از هشت مرداد که اون هیئت به اصطلاح عفو خمینی اومد. یعنی خب اون حکم خمینی رو ما که بعدا متوجه شدیم که اومد که آقا این حکمی که بود که گفته بود بکشید، یعنی در واقع حکم قتل عامو خمینی امضا کرده بود و شروع کردن دیگه در تمام سراسر ایران که هنوز که هنوزه بعد از 30 سال این داغ بر دل همه مونده و این لکه ننگ و خط قرمز جمهوری اسلامیه که هنوز که هنوزه نمیخوان در رابطش صحبت کنن، نمیخوان بگن چی شده با اینکه فتوای خمینی به عنوان مرجع همشون وجود داره، باید افتخار کنن حکم مرجعشون پیاده کردن ولی به عنوان خط قرمزشون نمیخوان در رابطش صحبتی کنن. مختار جان تو برات چطور بود اون دوره؟ من خارج بودم، من اون موقع تو ایران نبودم و تیزترین سازمان ها هم به موقع از این اسیر کشی آگاه نشدن و اصلا برنامه تدارک دیده شده ای رو که اینا داشتن ویژگی خاصش همون اون بی صدا نگه داشتن و سیکرت این جریان بود که این در واقع وجه مشترک تمام ایناست که الان بعضا حتی جلد عوض کردن، رنگ عوض کردن، تو این نقطه مشترک هستن. یک نفر فقط صحبت کرد، اونم آیت الله منتظری بود که به شبابا خجالت بکشید از همون ادعاهای مذهبی که خودشون دارن، چون این اسیرکشی نکوهیده ترین چیزی که تو تمام فرهنگ ها و تمام عرض به حضور شما آیین ها وجود داره. مسئله سیکرت اینه، حالا خارجی داخل ایران هم خبر دانش، فشار مادران بود، خانواده های زندانیان سیاسی تاثیرگذار بود، یعنی اینا اجتماع میکردن دم زندان همیشه بودن. خب نمونه هاش هست، خانواده ها هستن که مرتب میرفتن و دست خالی برمیگشتن تا یواش یواش فضا عوض شد، چاره ای نداشتن، گفتن ساک ها رو دادن و جریان تبهکاری بزرگ، اسیرکشی بزرگ رو شد و من اون موقع آره خارج بودم. خانواده
چه عکس العملی داشت؟ چون داداشتون موقع زندان بود و بله. در واقع من خانواده خودم که مشخصا در رابطه با خبر مرگ، یعنی خبر اعدام، قتل، اون چیزی که من بعداً شنیدم از زبان خود مادرم شنیدم، میره مرتب میرفت دو هفته یک بار 7 سال تمام. من اینو قبلاً هم چیز کردم، نوشتم، میرفت در زندان ها، اینجا نیست و اون زندان و از اون زندان به این زندان و اینم نه تجربه ای، نه سوادی، نه آگاهی. دو تا آدرس رو فقط بلد بود، یکی گوهردشت بود، یکی اوین بود. دیگه توی تهران هیچ جا رو نمیشناخت. به هر حال از جمله مادر من موفق میشه که بره تو و بهش میگن شما برید که یه مردی رو بفرستید بیا. برو مادرم خب مقاومتی به اون شکل که نمیتونن بکنن. خب من این پدری نداره، کسی رو ما نداریم، ما داخل خانوادهمون الان مرد نیست. یعنی من خارج بودم، اون برادر من فراری بود، اینم که زندان بود و اون خبری هم که نباید بشه اتفاق افتاده بود. حالا میخواستن که یه جوری به هر حال مادر ما برمیگرده و با چه حالتی حالا میگه که گفتن که برید مردتون رو بیارید. حالا تعریف میکرد که داداشم میره و یکی از بستگانمون میره و بعدم اون ساک معروف رو با اون چند تا چیزهایی که توش بودن میاره و میان خونه. مادرم میگفت که داداشت اومد و ساک رو پرد کرد اونجا و شروع کرد به خلاصه نالو فریاد کردن اینا. اون چیزی که نباید بشه شد و من ازم پنهان کردن، به من نمیگفتن. به هر حال من خارج بودم، میخواستن که واسه من سنگین تمام نشه. ولی یه روزی که خونمون خیلی شلوغ بود، از این فامیلامون از شهرستان ها اومده بودن اینا، ساعت دوره برای 7:30 بود، هوا تاریک، زنگ زدم و خلاصه گفتم چه خبر؟ هیچ که صحبت نمی کنه، تلفن رو به هم دیگه پاس می دادن تا اینکه داداشم گوشی رو برداشت و گفت می خواهید بدونی جریان چطوریه. این اتفاق افتاده دیگه و به هر حال من نمی دونستم با چی کار بکنم. شاید عاقلانه نبود، ولی من یه ماشینی داشتم، سوار شدم و شروع کردم به رانندگی. تمام شب و رانندگی میکردم. اصلا شوک تا اینی که تصادف کردم ماشینم که کلن از گردونه خارج شده بود. دیگه اومدیم و به هر حال طولی نکشید که من با خودم اومدم، گفتم با اونا رسالتی داشتن، رفتن اونجا مقاومت کردن و اون چیزی که باید بهایی رو که باید پرداخت میکردن کردن و به هر حال من چه معلوم اینجا باید این کارا رو بکنم. ولی خب فراموش نمیشه. چطوری تصور اینه که این مسائل فراموش بشه؟ گفتم همین جنگی که الان بین ملت داغداران و به هر حال آزادی خواهان و نیروهای مترقی با یه رژیم تبهکاری که میخواد اینو نگرش داره، اینو برملاش نکنه و باش همونطوری که گفتم تاریخ سازی بکنه، جعل بکنه و هر حال ادامه بده. ولی خب چنین چیزی، چون برای من ما توی همش خبرهای تظاهرات ها رو بشنیدیم، تظاهرات های ضد جنگ، اعتصابات کارگری، حرکت هایی که رو به جلو بود و بعد خب حرکت مجاهدین اتفاق افتاد و شکست خوردن. ارزیابی اصلا بر هیچ تصوری بر قتل عام نبود، تصوری بود که در واقع باید یک کاری بکنن برای زندان. همونجور شاید بیشتر انتظار آزادی زندانیان یا حداقل یک سری رفورم ها بعد از پایان جنگ، یعنی چون دیگه حالات جنگ تموم شده بود. ولی خب با همه اینا قتل عام شروع شد. بعد چطور بچه ها رو بردن؟ برای خودت
چطور بود؟ همونجور که گفتم با شروع قتل عام، یعنی دو سه روز قبل از اون که 8 مرداد با قتل عام داخل گوهردشت شروع بشه و حمله بود، تو تمام بندا تلویزیون رو جمع کردم، ملاقات ها قطع شد، روزنامه جمع کرد، هیچکی نمیدونست چیه، همه میدونستن یه حمله‌ای شده از طرف مجاهدین، ولی اینکه چی شده، چه خبر شده، سرکوب شده، تموم شده، نمیدونستن. و وقتی هم که شروع کردن از بچه‌ها سوال و جواب کردن و بردن به میز محاکمه، هیچکی واقعا نمیدونست. همون که خودت گفتی، همه فکر کردن هیئت عفوه. تو این چند سالی هم که تو زندان بودم، یعنی برخوردی که بچه‌ها داشتن بالاخره از سال 64 با هیئت عفو کسی دیگه موافق نبوده، مثلا به قول کسی به عنوان هیئت عفو بیاد ما صحبت کنیم، می‌خوام بهت عفو بدیم، یه چیز مخالفتی باهاش، یه چیز خوش آیندی برای زندانیا نبودش. پس این قضیه هیچ کسی داخل زندان‌ها نمیتونست داره قتل عام میکنه. اگر خبری هم شنیده میشد، یعنی خود ما که این طرف بودیم به بند روبرویمون با ایما و اشاره، چون حق تماس نداشتیم، داشتیم میگفتیم آقا دارن دار میزنن، دارن میکشن، قبول نمیکردن. یعنی اگر همه میدونستن، خواهی نخواهی این تعداد کشته ها پایین میاد. یه بستگی داشت به شما چه پاسخی به اون سوال 5 تا سوال میدادید. 100% بستگی داشت شما چه پاسخی میدادید، بر اساس اون پاسخ بود که خود آقای منتظری تو صحبتاش داره میگه، توی تو خاطراتش نوشته، میگه به طرف گفتن آقا حاضری بدی جبهه؟ طرف گفته مثلا من، آیا قبول دادی گروه تو؟ گفته نه. حاضری مثلا نماز بخونی؟ آره. حاضری؟ گفته آیا حاضری بری جبهه رومی؟ گفته این سوالا چیه میکنی؟ یعنی در واقع اینا دنبال این بودن، دنبال یه بهونه‌ای بودن که تسویه کنن زندانو، و به اون سمت سوال میکرد که از تو سوال جواب منفی بشنوه که بتونه چیکار کنه تو رو به بیشتر بکشه، دار بیشتری بزنه. و تو این مقطع اول از این هیچ زندانی خبردار اعدام نشدش، و اگرم شنیدن بازم براشون قابل قبول نبود، بیشتر در حد جوک و شوخی میدونستن. ما خیلی بچه‌ها که بعد از این قتل عام با هم دیگه میدیدیم، چون همه هی با هم جمع شدن صحبت و گفتگو بود، اصلا هیچ کی قابل قبول نبود براش، اصلا نمیدونستن، اصلا همچی چیزی نبودش. یعنی به مراتب حالا اولین سری که تو گوهردش اعدام شد، اون بچه‌هایی بودن که حالا مشهد بود آورده بودن و برای خودشون انقلاب کرده بودن و اونا دیگه اصلا یه چیز جدا بودن، ولی اولین سری که از خود ماها بودن، یعنی ناآگاه نادانسته رفتن به جوخه داد، من به شما قول میدم فکر کردن دارن شوخی میکنن، دارن حالت خبردار نیستن، چون بعدن یواش یواش بچه‌ها متوجه شدن. به خاطر همینم تعدادی که زنده بود یا اینا بودن که متوجه شدن که چگونه پاسخ بدن، و بارها برخوردهای آنچنانی با بچه‌ها می‌کردن که تو تا دیروز مثلا به اتهامتو میگفتی مجاهد، میگفتی فدایی، چرا رو عوض کردی؟ چرا داری میگی منافق؟ مثلا خود ناصریان که اون موقع دادیار زندان بود و همه کاره بود که دنبال به قول خودش تومه میگشت که بتونه اعدام‌ها رو بیشتر کنه، دعوا داشت، میگفت بزن این تا دیروز این خبیث، میگفته من مجاهدم، حالش بعد چه میگه منافقم؟ یا این میگفته من مارکسیستم، چرا حالا میگه نه من اینجوری نبودم، همچی اسمی نگفتم. بر اساس این ما به این بند روبروی خودمون که بودیم، مثلا تعدادی که ما بودیم، حتی من یه روزنامه اطلاعات رو چالا کردیم، بهشون نشون دادیم، گذاشتیم زیر یه سنگ که اینا وقتی نوبت هوا خودشون میشه بیدون بردارن، بلکه بعدن من بچه نمیم که ما برداشتیم، ولی قبول نمیتونستیم بکنیم که اونجا مثلا شکست خورده، اینا دارن به یه خبرهای مثبتی نیست، که از بند روبروی ما بازم نزدیک 60 تا اعدام شدن. یعنی هر چقدر صحبت میکردیم با هاشون، با ایما اشاره بود که اطلاع نداشتیم دیگه،
ولی قسمت ما که بودیم هیچ که اعدام نشد. خب مراحل دادگاه اینا که همه گفتن چجوری هست چجوری نیست، خود ماها رو اول اومدن اما یه سوال جواب کردن، یعنی برخورد اولیه بودش، بر اساس اون برخورد اولیه بود که مرحله دادگاهی برا ما بودش، که وقتی که ما رفتیم دونه دونه رو با چشمم بودیم دیگه، تو همون دفتر خود بند که دو سه نفر نشسته بودن که مشخص بودی چند تایی هستن. داوود لشکری به خاطر صداش که از قبل پاسدار بم بود، از سال 61 میشناختیمش، مشخص الان شده بود معاون زندان. اون مثلا شروع که سوال کردن، سوالایی که اتهامت چیه، حکم امامو قبول دادی، حاضر به مصاحبه هستی. خب من در همهشون مثلا جوابی دادم که اونا میخواستن دیگه. اون بچه هایی که جوابشون مثلا غیر خواسته اونا بود، تقریبا مثل که 60 بودن، یادم نیست دقیقا چیزشون بین 45 تا 60 بود، اینا جدا کرده. یعنی ما داشتیم نظارگر بودیم، نظارگر بچه هایی که میرن اون تو میان بیرون، یه سری این طرف وای میسن، یه سری این طرف توی حیات. بعدن تمام اینا که این طرف بودن سمت راست وایساده بودن توی این قسمت، همه با چشمن از بند رفتن بیرون، همه رفتن و سر به داغ شدن. چون وقتی میگی مثلا اعدام ها اونجوری که حداقل در خبرها داریم، مثلا لوراس بسنواتی، انوشیروان لطفی، بعد علیرضا تشیع، یه سری از این بچه ها رو که کمونیستی بود، کمونیست بودن و بعد اتهام های سنگینی داشتن، اینا رو تو خرداد اعدام کردن. این اصلا قبل از حمله مجاهدین و قبل از اصلا پذیرش، یعنی در واقع کسایی بودن که مثلا انوشیروان لطفی مدت ها بود زندان بود، یعنی اعدامش نکرده بودن. یا مثلا لوراس بسنواتی از بچه راه خارگرد از سلول مستقیم بردن اعدام کردن. و بعد که این خود در واقع تصفیه ها دیگه بقیه زندان رو گرفت، این اونجوری که مثلا کمونیست اسم مسلمان هستی، اگه آره آیا خمینی قبول داری، ولایت فقیه رو قبول داری، میری جنگ نمیری جنگ، چه کار میکنی؟ یعنی سوال ها روز، یعنی در واقع انقدر ریز میشد که در واقع به قول شما طعمه رو پیدا کنه. برای مارکسیستام مسلمان نبودی، اگر میگفتی من مسلمانه بوده نماز میخونی، نه شلاق ها بود. و این فضای تازه‌ای بود. یعنی مثلا حالا مثلا به شما برگردم، مثلا خانواده ها میرفتن ملاقات، نه ملاقات نیست، مدت ها بود میرفتن پیش منتظری هم میدونست که در قتل عامی در حال اتفاقه، مدام خانواده ها رو میخواست آروم کنه که بگی خب دنبال میکنم فلان میکنیم، نمیخواست قضیه رو در واقع خبر رو بده که شک وارد بشه به جامعه اون همه کشتارها. به این راز همه میرفتن و همه انتظار داشتن یه خبرهایی بشه که کشتارها چه شد. رفتن ساقا رو گرفتن. چطور ساقا رو گرفتن؟ در رابطه با انوشیروان و لطفی و این بچه هایی که گفتی، ما تو اوین داشتیم، تو اوین خیلی ها داشتیم که حکم نداشتن. دقت کن، سال 62 ما یه گروه داشتیم به نام 90 نفره، اینا تو بند 2 واحد 1 اوین بودن، مجموعی بودن 90 نفر که حکم نداشتن. لاجوردی وقتی میخواست بره اینا رو همه رو اعدام کرد. یعنی اولین بار نبود داخل در مجموع زندان یه سری بودن بدون. حالا اینا کیا توشون بودن؟ مثلا مسعود متحدین تو اینا بود، علی خلیلی تو اینا بود، اینا زندانیان سیاسی زمان شاه بودن و معروف بودن، حتی تو اینا بودن. ولی وقتی که میخواست بره اینا همه رو اعدام کرد رفت. اون چیزی که بر اساس قتل عام 67 هست بر اساس حکم خمینیه. این مهمه. دقیقا.
بر اساس حکم خمینیه که حکم میده، هر کسی سر موزه است. حالا این سر موزه چیه؟ به قول شما همون سوالایی که آقا حتی قبلش قرار اگه نیاکنی مرداد ماه شروع میشه با مجاهد کشی، به شهریور که میرسیم چپ کشی شروع میشه. حتی بچه های چپ هم براشون نمیدونستن، میدونستن خب بچه های مجاهد دارن میرن، وقتی به اینا رسید اینا بازم هنوز داغ بودن، نمیدونستن، هم داغ بودن هم دیگه شرایط طوری شده بود دیگه خیلی بچه ها دیگه براشون سنگین بود موندن، سنگین بود دیگه موندن داخل زندان. شما توی جمعی سالیان سال ما با هم هستیم، خیلی سنگین بود موندن. اینو خواستم بگم. من یه در رابطه با این فراموشی یه چیزی رو بگم که گفته میشه تعدادی مثل تاجزاده، مثل بازجوهای اصلاح شده، مثل آقای نبوی و اینا، که خب چیزی رو گذشت. ببخشید ولی فراموش نکنید، حالا از جیب دیگران میخوان خرج بکنن این مسئله‌ایه که حالا گفته شده، بارها هم گفته شده، ولی بالاخره خانواده باید به یک قطعیتی برسه، به یه جایی برسه که بتونه ببخشه، اگر بخواد ببخشه. مثلا تو چطور میتونی ببخشی؟ مثلا اصلا نمیشه. من نمیدونم برادرم کجا خوابیده. ببین این سیکرت رو نمیخوان بگن، توش مشترکن، قبر معلوم نیست، بغض توی گلو مانده و این چی شد؟ وصیت‌نامه های اینا چی شد؟ تعداد اینا هنوز روش حرف است. چند تا رو کشتین آخه شما؟ بختتون آخه. ببین شما تو دادگاه چیز دوم اون فتوای دوم خمینی، هیئت‌ها که هیئت‌های شهرستان ها کیا بود، فتوای دوم خمینی در مورد چپکشی که حمید بهش اشاره کرد، اون اصلا آشکار نشده. اون اولی که سر موزه هستن و اینا، بله چپکشی ها رو کسی نمیدونه هنوز به چه شکل بوده، ولی رو دادگاه میخواستی یه چیزی بگی؟ نه من میخواستم بگم که توی دادگاه تو از یه پسر کارگر ورزشکاری گفتی. بله تو دادگاه ایران تریبونال بود. آره. بله. بعد هرچند این زیاد در واقع 67 نیست، ولی خیلی نزدیکه. خیلی منشی حکومت منشی رو خیلی نزدیک. اتفاقا قتل عجیب و فجیع این کارگر محمد این محمد رضا نامداری که به نام محمد چرخی معروف بود، علی خو این با من دوست بود. من برای مثلا لباس ورزشی از ورزشکارای تیم ملی مثل بودن، بچه‌ای که میپوشید میرفت داخل زمین فوتبال قیافه میگرفت، خوشحال بود از این چیزا. سواد نداشت، این یعنی اسمشو بلد نبود بنویسه. اینو من جدن میگم، اسمشو بلد نبود بنویسه و به عنوان جاسوس آمریکا اینو کشتن. ببین این زندان رو مسخره میکرد، میگفت نمردیم و زندانی سیاسی شدیم. بچه هایی که الان جون به در بردن و تعریف میکنن، میگفتیم با اینجا زندان سیاسی، حواس جمع باش، میگو همش مسخره بود. تا اینی که شوخی اصلا باور نمیدون. وقتی که 4 نفر رو به عنوان عاملین کانون بیکاران میخواستن اعدام بکنن، اول 7 نفر رو که کشته بودن تو درگیری ها، حالا جایی مظلومو چیز که میگن عوض نشه، اینا رو میخواستن محاکمه بکنن به عنوان کسایی که این قاله رو انداختن.
دو تا خانواده هم قرار بوده که بیاد مثلا شهادت بده، دو تا خانواده عادل و عاقل و فلان اینا، که اتفاقا من یه تلفنی داشتم از ایران چند هفته پیش، به من گفت که فلانی من دیدم این مطلب محمد رضا رو شما گذاشتین دوباره. یه چیزی رو دلمه که ما از درون شورت حسین شاکری وصیت‌نامه‌ای رو در آوردیم، چند کلمه نوشته بود آخرین شهادتی رو که بر علیه ما داده شد خانواده دینارمند و خواهرش هوشنگ دینارمند و خواهرش جواد زیردار و خانواده‌اش، این ازش اومد بیرون. و معمر رضا رو چطور کشتن؟ اگه من فرصت باشه اینو تو یه دقیقه بگم. این معمر رضا گفتم بریشخند میگرفت زندانو، تا اینی که زمانی که هوشنگ رستمی رو بردن، چهار نفر بودن اعدام کردن، محمد رضا رستمی رو بردن اعدام، البته اینا با هم برادر نبودن، اعدام کردن، حسین شاکری رو بردن، نوبت این رسید، این ورزشکار بود، چغر، کوتاه‌قد، خیلی قوی، اومدن اینو ببرن. میگو ما کاری نکردم ببریم زندان، اعدامم کنیم. نمیتونستن ببرن. شاهد عینی، من حتی دست خط این شاهد عینی رو دارم که توی چت با من مثلا از ایران صحبت کرده، میگه که مختار دستش میگرفت به این ستونا در و دیوار، نمیتونستن ببرنش. ببین اینو میارن تناب میدازن گردنش میکشنش که ببرنش از بند، ببرنش بیرون و درست پشت سلول ها درخت های بلند زندان یونسکو دسفول بوده، دوره آوایی بود که الان شده نخست وزیر دادگستری روحانی، شهید های بزرگ دست و خون دارن همشون. ببین اینو میگفت وقتی که اینو بردن اصلا چشماش دیگه برگشت، یعنی کشوندنش اونجا، یعنی در واقع جسد بیجانی رو اونجا تیر خلاص زدن، بغل همون درختایی که انقدر بستن به اونجا اعدام کردن که درختا رو مجبور شدن قطع بکنن، درختا رو قطع کردن. و من توی یه طنزی یادم نمیره داشتم رادیو گوش میدادم که درختها چگونه با همدیگه تماس میگیرن از طریق ریشه هاشون سیگنال میفرستن و فلان اینا، گفتم به مرگ این بچه ها درخت ها شهادت دادن، ها درخت ها به مرگ اینا شهادت دادن و همزمان با اونا قطعشون کردن و کشتنشون اون درخت ها رو. حالا چطور ما شهادت ندیم؟ چطور ما فراموش بکنیم این فجایعی رو که باش دست به گریبان که اینا تاریخ سازی بکنن؟ که من میخواستم بگم ببخشید، از نامدار میخواستم بهانه بگیرم برای که زندانیایی که همه بیخبر بودن از عملیات مجاهدی، بیخبر بودن از همه وقایعی که در بیرون اتفاق افتاده، یک دفعه محمد نامداری که به هیچ ربطی به هیچ حرکتی نداشته و حتی سواد نداشته میشه جاسوس آمریکا اعدام شده. نامداری محمد حالا شما محمد چرخی کارگر بچه و شما اونجا یک دفعه با یک وضعیتی روبرو میشید، رفیقاتون حالا میتونی اسامی بگی که اصلا از کنار رفتن، نه با حمله مجاهدین، نه با مجاهد، نه با چیزی رابطه نداشتن، سالها بود زندان بودن، خودتا 7 سال زندان بودید، خبری نداشتید که، و همونجوری مثل محمد علی نامداری در واقع با تناب دار چشمانشون از حدقه در اومد. چطور اینو؟ ببین اولا بگم تو ماهیت این رژیم از روزی که اومده تا الان، یعنی 40 ساله، نطفه این حکومت با اعدام و قتل جنایت و کشتار و جنایت و شکنجه و تجاوز بسته شده. یعنی هیچ فرقی تو این حکومت نمی کنه. یعنی بعد ما اصلا
چیزی که بخوایم بگیم آقا اون یکی مثلا مثال بیاریم از الان مختار گفت تاج زاده یا اون یکی گفته نمیدونم ببخشید فرام، اصلا این کلن وقتی که بحث جنایته این یه بسته است، از اون بالا تا پایین یعنی از سر تا الانشون این جنایت کارن، اصلا تو بحثی تو این جنایت نیست که ما بخوایم تفکیک کنیم بخوایم مثلا بگیم آقا اینا نامدار. آقا چیزهایی که من در طول نزدیک 8 سال زندانی که من شاهد بودم، کسی که من از قبل از سی خدا زندان بودم به عنوان شاهدی که بودم، جنایت‌هایی رو تو من دیدم، چه در شکنجهگاه‌هاش، چه در اعدام بچه‌هایی که اعدام شدن و چه برخوردی که داخل زندان بود. یعنی اینا میگفتن که ماها شما همتون مدهور الدمی، این رأفت اسلامیه که ما شما رو نگه داشتیم، یعنی این حکم ما از قبل صادر شده بود، مدهور الدمی بود. من تو همون یان توی بانه هم گفتم سی خرداد که به وجود اومد، فردای سی خرداد یعنی همون شب سی خرداد که روزنامه اطلاعات عکس میداده بیا این رو ببینیم، گیلانی میگه به یه دختری که ازش سوال میکنه از کبراه ابراهیمیان که اسم چیه سن چیه نمیدونم، این میگه نمیخوام بگم، میگه اصلا من کاری به سنت ندارم به اسمت ندارم، این هیکل، این هیکل به خاطر اینکه جلوی حکومت عادل افت ایستاده باقی و یاقی و تاغیز و مفسد بلا به ادامش کنه، این حکومت اینجوری نطفش بسته شده بود. پس اصلا چیزی نیست که آقا تو الان هم ادامه داشته، بعدش هم فرق نمیکنه بچه باشه پیر باشه جوون باشه بی گناه باشه، اصلا گناه این کسی نکرده، گناه ما چی بود زندان افتادیم، چه گناهی کردیم ما؟ اگه میگفتن اسلحه دستتون گرفتیم ما که اگه اسلحه مون که همون سال 60 اعداممون کردی. حسین رزاقی که 59 دستگیر میشه شما دارش میزنید، مهداد فرزانه‌ثانی که 59 دستگیر میشه شما دارش میزنید 67، اینا مگه اسلحه دستشون بوده؟ خودش همین موسوی تبریزی که الان جزء اصلاحاتن آقایون اصلاح طلبا هستن تو اوین برگشت گفت ما چقدر از شماها رو بکشیم که جای بهشتی رو بتونیم پر کنیم. یعنی قتل عام بوده ادامه داشته. برگردم به این که این حکومت وقتی داره به این حالت پیش میاد، وقتی ما خبر نداشتیم چیکار باید میکردیم؟ یعنی کاری که ما داشتیم بعد از این قتل عام دور هم که افتادیم همدیگر رو دیدیم، چون بنده همه خالی شد دیگه، همه رو جمع میکردن یه جا دیگه، از هم دیگه سوال میکردیم حسام ثوابی کوش نمیدونم بافتون بند بود فکر کنم اونم زدن، سوهیل دانیالی فکر کنم زدن، یعنی اصلا شما نمیدونست چیکار کنی، یه حالت از این ور شدی وارث جنازه های سربدار رفیقات، رفیقایی که مثلا شما کن شاید توی دورانی که با داداشت باشی دوران بچگی بوده خونه بوده اینا، ولی تو با دوستایی که 7 سال 8 سال 6 سال با هم بودی تو سختی ها تو خوشی که نبود، اونجا تو شکنجهگاه ها تو فلان نیست رفته، شما فقط کارت اینه که یادآوری کنی اسامیشونو خود به خود خاطراتشونو. روزهای بعد قتل عام، یعنی روزهای بعد از قتل عام شاید میگفت ظاهرت و سلام چطوری، ولی همه توهی شده بودیم توهی شده بودیم، شاید هم نمیدونستن گیج اصلا نمیدونستن چی بگیم به هم دیگه، فقط سراغشون رو میگرفتیم فلانی چی شد، اردکان دارافرین کو، اردنان کو، حاتم با زنده بودن خودش مشکل نداره. یعنی این داستان زمانی که شما بازجویی میشدی، یه زمان شما رو تخت میخوابیدن شکنجه میزدن تو داد میزدی داد میکرد آقا فریاد میزدی تو دش، یه زمانی شما رو پشت اتاق شکنجه گذاشته بودن بغل دمتون گذاشته بودن، شما فقط صدای فریاد رو میکشیدی، این صدای فریاد از اون کابلایی که میخوردی به مراتب بدتر بود. یعنی
صدای جیغ، صدای کابلی که داره رفیقت میخوره، صدای اون دردش از اون کابلی که خودت میخوردی بیشتر بودش. الان شما اومدی اینجا، آقا هر چی سراغ میگیره نیست. بچه های کم سن و سالی که مثلا 15-16 ساله بودن، خیلی هاشون تو زندان بالغ شده بودن، یعنی بلوغ رسیده بودن، اینها رفتن اعدام شدن، دار زده شدن. به چه جرمی؟ به کدوم جرمی؟ نمیگم به گناه، اصلا گناهی کسی نکرده، به چه جرمی؟ رضا اسمتی کو؟ آخه رضا اصلا یه ساکت فلان، رضا چرا دیگه؟ یعنی دونه دونه میگه هرچی بچه ها میرمدی آقا سیف الله قیاسفند بابا این بس توده ای، آخه چرا این؟ چرا اونه کیش؟ یعنی همینجوری هی همدیگه رو میدیدیم، لیست میومد جلوت. با هم بودیم سالیان سال، با هم زندگی کردیم، تو خوبی تو بدی، یعنی تو اون قسمتی که تو زندانی که با هم بودیم، یعنی زندان رو با هم تقسیم کرده بودیم، ولی اینجا دیگه اعدام رو با هم تقسیم نکرده بودیم، به هممون نرسیده بود، ما هم مونده بودیم به عنوان وارثان این بچه ها. نمیدونستیم دارن ساک تحویل خانواده ها میده، حتی اونم نمیدونستیم. دیده بودم بچه ها توی بند ساکه، دیده بودم پاسدارا هجوم آمدن ساکا رو میگردن، یکی ساعت ورداده، یکی فلان غنیمت های جنگی وردادن. اینا نمیدونستیم، نمیدونستیم به سر خانواده ها چی اومده، اینا کجا رفتن، داستانی رفتن پیش موسوی اردبیلی، رفتن پیش منتظری، رفتن به هر در و دیوار میزنن، چی شده. نمیدونستیم رفتن تو خاوران، دارن با دست و چنگو ناخون میکنن زبین از عزیزاشون کجا دفنه پیدا کنن. این اصلا ما نمیدونستیم، بعدا فهمیدیم. ما فقط داخل زندان دنبال عزیزانمون میگشتیم چی شدن، کجا هم، اینا هم رفتن، اینا هم رفتش. این بود سنگینی و سختیش. ولی وقتی که اومدیم مثلا تو خود ایران تریبون، وقتی خانواده های گریه میکردن، خاطراتشون رو میگفتن، چی بهشون گذشت، ما چقدر جامون خوب بود، چقدر آسایش داشتیم، اونا چی بهشون گذشته. خاطراتی که اون خاطره معینی رو با مادرش که میرن خاوران، با چنگ لباس ها پیدا میشه و شناسایی میشه، اصلا حقیقت رو میخوای. شما متاسفانه 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. عنوان یه جنبند برای خود من، تصویر ایران تریبونال تصویر همسرنوشتی بود. یعنی تو از همسرنوشتی گفتی در زندان، که یک باره زندان رو، اون کشتارها رو، اون تقسیم غذا رو، شادیها و عید و مراسم ها رو با هم تقسیم کرده بودید. آخرش در این تقسیم اگرچه نان تقسیم می شد، اما مرگ تقسیم نشد و ما با اون خاطره اومدیم. برای ما که اونجا به عنوان شاهد رفتیم، من یک بار دیدم برادران و خواهران تازه‌ای پیدا کردم که همه بهایی بودن، کرد بودن، عرب بودن، مجاهد بودن، حزب کمونیستی بودن، راهکارگری بودن، فدایی بودن، همه بودن، همه بودن و نشون یک کشتار و قتل عام سازمان یافته‌ای بود. یعنی با یک آرامشی اینها سازمان دادن، با یک آرامشی نوشتن، با یک آرامش و برنامه‌ریزی بسیار دقیقی یک عده رو که اصلا بی‌خبر از همه جا در واقع به دار کشیدن. در پایان چه میشه گفت؟ از تو شروع میکنم مختشم. من جریان کارزار ایران تریبونال رو به واقع بگم فکر نمی کردم چنین نتیجه درخشانی از توش بیاد بیرون، چون
چهار پنج سال گذشته بود از جریان و اتفاقی نیفتاد. فقط به هر حال بیان خاطرات و کتاب‌های خاطرات زندان و افشاگری‌های دوستانی بودن که تو محافل بین المللی، تو دادگاه‌های بین المللی عرض شود و حقوق بشر و نمیدونم صلیب سرخ و اینا بود. گل تمام اینا کانالیزه شد داخل ایران تریبونال. شما اشاره کردید که نقطه عطف و بزرگش بدون هیچ آرمی بود، بدون هیچ اسمی بود و در برگیرنده تمام داغداران بود. نتیجه‌ای که گفتی من الان بیش از هر موقع واقعا تشنه اینم که یک چنین اتحادی رو ببینم توی نیروها، ببینم که مردم با همن، این دادگاه تریبونال به تقسیم غنایم که نیست که. آخه چرا کسی دستی نمیده به هم دیگه؟ چرا سازمان ها، چرا اینا دعوت نمی کنن و این اتحاد وجود نمیده؟ همینجا گفتار زدید. من میتونم بگم که ایران تریبونال بزرگترین دستاورد، بزرگترین و موفقترین دستاورد جامعه ایرانی، یعنی مردم ایران در طول تاریخ جمهوری اسلامی برای محاکمه و محکوم کردن جمهوری اسلامی بوده و اونم به همت زندانیان و خانواده زندانیان انجام شد. امیدوارم که اون حرکت تاریخی یک روز در خود ایران دوباره ما بریم شهادت بدیم برای تک تک این جنایتکاران، از بزرگ تا کوچیک، اصلاح طلب و اصول طلب، از خمینی تا امروزشان. درود بر شما عزیزان و ممنون که برای این گفتگو و ممنون و سپاس از شما پیاندار عزیز تلویزیون برابری که بار دیگر حوصله کردید در کنار ما نشستید تا تاریخی رو که مؤثر گذاردیم رو ببینیم تو تماشا بشیم. امید که بتونیم سفر کشدار جنایتبار رو در تمام سالها در کشور ما جریان داشته ببینیم و زمان در همشکل نسل امروزم که باشم 67 یادم نرفته. وای از اون فتوای نفرت توی تابستون تفته، آه از اون مرداد غمگین خونی 7 روز هفته. دادگاه های خلاصه ازدحام توی راه رو، ماشین اعدام فوری نوبت من نوبت تو، حاکمای شرع وحشت مرگ کسب و کارشون بود، کشتن عاشق ترین ها رونق بازارشون بود. خبر بردار و بشکن چوبه ها را، رها کن گردن محبوبه ها را، هنوزم شهر زیر قتل آمه، هنوز کار من و تو ناتمامه. هر کبوتر رد حلقه دیده می شود.
بیامون بالهاشون دونه دونه چیده میشد. اون روزا دوربین نبود و لحظه ها رو حک نمیکرد.